دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی. قسمت 88. دیر زمانی همه ساکت بودند، چون زمان مد فرا رسیده بود. آب تدریجاً به کنارشان می رسید. سر و صدای درون رودخانه رو به افزایش بود. آنها هم بیشتر گوش فرا می دادند. با صدای پروانه های کشتی های بخاری، سر و صدای زنجیرهای آهنین و جیجیر قرقره های کشتی ها و صدای یک نواخت پاروزن ها و صدای پارس سگ هایی که در کشتی ها بودند و از آنجا می گذشتند، گویی همه بو برده بودند که آنها در مخفیگاهشان غنودند. شب آنقدر تاریک نبود که غیر از چراغ هایی که در دماغه کشتی ها و در بالای دکل ها روشن بودند و از این سوی به آن سوی تکان می خوردند، اجسام سایه‌وار دیگری را در فضای تاریک شب نبینند. و گهگاه قایق باربری قولاسا با بادبان بزرگ تیره رنگ مثل بازوی هشدار دهنده از کنارشان نگذرد، دور و ناپدید نشود. در این برهه از زمانشان، آبی که کنار آنها بود بر اثر محرکی که از دور به آن وارد می شد موج می زد، که اغلب تصور می کردند این محرک و صدا از قایقی است که آنها در انتظار برگشت آن بودند. قایق به ساحل نزدیک می شود. بارها همه از جا جهیدند، ولی خبرچین که به این چیزها عادت داشت آرام بر سر جایش نشسته بود و از جای نمی جنبید. با گذشت زمان این کار پنهانی بیش از پیش تردیدآمیز می نمود. به نظر می رسید که مرد بو برده بود چه سرنوشتی در انتظارش است، یا اینکه پای به گریز نهاده بود. حرکتش را طوری تحریزی کرده بود که بتواند از آنها دور شود، و یک فاصله زمانی 12 ساعته بین خود و آنها به وجود بیاورد. مرد درستکاری که از عرق جبین نان می‌خورد ناراحت شده بود و تدریجاً قرولند می‌کرد و از تمایل انسانی به فریب دادن وی سخت گلایه می‌کرد. عظمت کار او را گرفته بود. آنها زمان حرکت را زمانی معین کردند که هم رودخانه را زیر نظر داشته باشند و هم خانه را درست بپایند. از آن زمان که دختر از خانه بیرون آمده و پنداشته بود پدرش او را صدا کرده است، تا کنون کسی به آن وارد یا خارج نشده بود. هر کس که به آن خانه می آمد یا از آن خارج می شد کاملا زیر نظر بود. آقای بازرس گفت: ساعت 5 هوا روشن می شود و ما هم دیده می شویم. رایدرهود گفت: اینجا نگاه کن، عقیده شما درباره آن چیست؟ ممکن است چندین بار دزدکی آمده و رفته و چند ساعتی هم بین 2-3 پل توقف کرده باشد. آقای بازرس به تردید افتاده بود، ولی برخلاف آن گفت: شما چه عقیده ای دارید؟ بعید نیست در حال حاضر چنین کاری هم بکند. آقای بازرس گفت: شما از این چه نتیجه می گیرید؟ قایق من اینجا بین قایق‌های گذرگاه است. آقای بازرس گفت: با قایقت می خواهی چه کار کنی؟ چطور از آن را به آب بیندازم و در اطراف جستجو کنم؟ من می دانم کجاها می رود و چه جاهایی را ترجیح می دهد. من شریکش بودم. شما لازم نیست بیایید و خودتان را نشان دهید. شما از جایتان تکان نخورید. من به تنهایی می توانم قایق را راه بیاندازم. دیدن من شک به وجود نمی آورد، چون که من همیشه روی رودخانه می گردم. آقای بازرس پس از اندکی درنگ و فکر کردن گفت: شاید عقیده خوبی نباشد، ولی سعی کن کمی حوصله به خرج دهید. بگذارید امتحان کنیم. اگر به وجود شما احتیاج پیدا کردم، نزدیک میخانه می آیم و با سوت خبرتان می کنم. اوجن اندیشمندانه گفت: سوت زدن موجب برملا شدن اسرار می شود. خبرچین گفت: اگر من پارو بزنم و بیایم زیر کافه توقف کنم، دیگر لازم نیست سوت بزنم. شما می توانید ببینید که در آنجا ایستاده‌ام و از راه سنگ فرشی می آیید پیش من. همه متوجه شدید؟
سپس با قایق رفت. لحظه ای بعد و در حالی که باد از پهلو می‌وزید، قایق را به سوی آب هل داد و از کنار همان ساحلی که آنها ایستاده بودند دور شد و رفت. اوجن روی آرنج بلند شده بود تا در تاریکی به او نگاه کند. وقتی دوباره خوابید، از زیر کلاه که بر صورت نهاده بود گفت: آرزو می کنم که قایق دوست شریف و شجاع من از روی نیت بشر دوستانه واژگون شود و او را از صفحه روزگار محو کند. مورتایمر. دوست محترم من، 3 فقره ارتکاب جرم، 2 فقره جعل اسناد و قتل در نیمه شب. ولی علی‌رغم اینها که بر وجدانش سنگینی می کرد، اوجن در پی دگرگونی اندکی که در شرایط کار به وجود آمده بود سرزنده و خوشحال می نمود. همراه و رفیق دیگرش هم همینطور. دگرگونی همه چیز بود. بلا تکلیفی شکلی تازه یافته بود و اخیراً چیزهای تازه ای ارائه داده بود و مورد تازه دیگری پیش آمده بود. هر 3 نفر تیزبینانه پاسداری می دادند و اثرات نامطلوب زمان و مکان کمتر آنها را می آزرد. بیش از 1 ساعت گذشته بود. همگی چرت می زدند. هر یک از سه نفر مدعی بود که او دیده و چرت نمی زده است. قایق رایدرهود را در همان محل معهود دید. از جای پریدند. از پناهگاهشان بیرون آمدند و به سویش راه افتادند. هنگامی که او دید به سویش می آیند، آمد کنار جاده سنگ فرشی ایستاد. آنها نیز به کنار جاده آمدند و در سایه بزرگ میخانه 6 قطار دریانورد که به خواب فرو رفته بود، توانستند پشپش کنان با او صحبت کنند. او در حالی که به آنها زل زده بود گفت: کاش پیدا کرده بودم. چه چیز را پیدا کرده بودی؟ مگر او را ندیده ای؟ نه. لایت وود پرسید: پس چه چیز را دیده ای؟ زیرا به نحو عجیبی به آنها نگاه می کرد. قایقش را دیدم. خالی که نبود. چرا؟ خالی بود و از همه مهمتر روی آب ولو بود و باز هم مهمتر 1 پارویش گم شده بود. مهمتر از آن، پاروی دیگرش توی جاپارویی گیر کرده و شکسته بود. قایق با جریان آب بین 2 کرجی ولو بود و حرکت می کرد و باز هم مهمتر این که او رو شانس بود. به پیغمبر قسم اگر رو شانس نبود. فصل 14. سرمای ساحل در سرمای شدید و خطرناک 24 ساعت ساحل، در زمانی که نیروی حیات بخش شریفترین و زیباترین چیز موجود در این دنیا به کمترین حد توان خود رسیده بود، آن 3 نفر کشیکچی به رخسار سفید 2 نفر دیگرشان و همگیشان به چهره سفید رایدرهود در قایقش می نگریستند. قایق گافر. گافر باز هم شانس آورد و باز هم در رفت. این سخنان را رایدرهود می گفت که حیرت زده و مات به آنها می نگریست. آنها همگی در یک آن سرشان را به سوی نوری که از آتش و از لای پنجره به بیرون می تابید گرداندند. نور آتش کمتر و ضعیفتر شده بود. رایدرهود با تکان دادن تهدیدآمیز سر غرغر کرد. اگر من حکم اجرای قانون را برای این کار مخصوص در دست داشتم، باور کنید هر طور بود دخترک را بازداشت می‌کردم. اوجن گفت: خدا را شکر که در دست تو نیست. و چنان خشمی او را فرا گرفته بود که خبرچین با لحنی تسلیم‌آمیز گفت: خب آقای رئیس دیگر، من که نگفتم در دست من است. آدم حرف می‌زند دیگر. اوجن گفت: حشره باید خفه خون بگیرد. خفش و موش آبی. لایت وود که از خشم غیر عادی دوستش حیرت کرده بود به او زل زد و گفت: چه بر سر این مرد آمده؟ خبرچین گفت: من نمیدانم، مگر اینکه به دریا پریده باشد. و در پی این سخن اندوهناک عرق از جبین پاک کرد و در حالی که در قایقش نشسته بود دوباره حیران بر جای خشک شد. تو قایقش را تند راندی؟ تا جزر بر نگشته همینطور تند می راند. من نمی توانستم آن را تندتر از آن که می رود برانم.
به قایق من سوار شوید تا خودتان بفهمید. لایت فود گفت خیلی خوب، راه بیفت. باد و باران مثل پیام‌آور صبحگاهی سر رسیده بود و در پی آن برق دل ابرهای تیره آسمان را می‌درید. این وضع آنقدر ادامه یافت تا اینکه شکاف بزرگ خاکستری در دل ابرها آمدن روز را خبر داد. همه‌شان می‌لرزیدند و گویی هر چیزی که در پیرامونشان بود می‌لرزید. حتی خود رودخانه، قایق، اسباب و لوازم قایق، بادبان‌ها و دودهای اولیه‌ای که از روی ساحل به هوا برخاسته بودند. در دو سوی ساحل رودخانه هنوز اثر زیادی از جنب و جوش زندگی دیده نمی‌شد. و اوجن ضمن اینکه به حروف سیاه و سفید روی باراندازها و انبارها نگاه می‌کرد، به مورتایمر گفت شبیه نوشته‌های بالای آرامگاه تجارتخانه‌های خاموش است. حدود نیم ساعت که گذشت، رایدر هود پاروها را رها کرد. کنار کرجی ایستاد، لبه آن را گرفت و قایقش را آهسته از کنار آن به جلو راند و به گوشه پنهان کفالود آب رسید. بلافاصله سرک کشید و بنا به گفته خودش قایق گافر را در آنجا دید. درون قایق لکه سیاهی بود که تا اندازه‌ای به پیکر در همه پیچیده انسانی شبیه بود. مرد شریف گفت حالا بگویید من دروغ میگویم. اوجن آهسته به لایت فود گفت خیلی انتظار دارد که یک نفر روزی حقیقت را بهش بگوید. آقای بازرس گفت قایق هگزم است، من قایق او را خوب می شناسم. مرد آبرومند گفت به پاروی شکستش نگاه کنید، یک پاروی دیگرش هم آنجا نیست. حالا به من بگویید دروغ می گویم. آقای بازرس وارد قایق شد. اوجن و مورتایمر نگاه می کردند. رایدر هود که به پاشنه قایق رفته بود، حلقه تنابی را برداشت و به آنجا محکم بست و انداخت توی دریا. آقای بازرس گفت، تناب را بکش. رایدر هود پاسخ داد، گفتنش خیلی آسان است، مگر می شود بالا کشید؟ شکارش رفته زیر پاشنه کرجی گیر افتاده. مگر نمی بینید تناب سفت کشیده شده؟ دفعه پیش سعی کردم بالا بکشم، ولی نتوانستم. آقای بازرس گفت باید آن را بالا بکشم، میخواهم این قایق و شکارش را به ساحل ببرم. بی زحمت دوباره سعی کن. او باز هم سعی کرد، اما شکار به جای گیر کرده بود و بالا نمی آمد. آقای بازرس در حالی که تناب را امتحان میکرد گفت هر طور شده باید قایق و آن را ببرم. شکار هنوز هم گیر کرده بود و رها نمی شد. رایدر هود گفت مواظب باشید، پاره پوره می شود، شاید هم از وسط دونیمه شد. بازرس گفت نمی گذارم پاره یا دونیم شود، خیال کردی، هر طور شده باید بکشم بالا، یالا. بعد در حالی که با تناب بازی می کرد با لحنی آمرانه خطاب به شعر پنهان در آب افزود، می دانی این کارها هیچ خوب نیست، تو باید بیایی بالا، هر طور شده تو را می کشم بالا. سخن بالا با چنان قدرت اراده و خلوص نیتی همراه بود که شیء درون آب با وجود سفت بودن تناب اندکی از جا تکان خورد. آقای بازرس که کتش را بیرون آورده و روی پاشنه خم شده بود گفت دیدی گفتم؟ یالا دیگر. سید ناراحت کننده ای بود، ولی آقای بازرس چنان بیخیال بود که انگار در رودخانه دنج و در پسینگاه آرام تابستان واقعا ماهیگیری می کند. چند دقیقه بعد پس از اینکه به دیگران دستور داد قایق را کمی بکشید جلو، حالا کمی بکشید عقب و از این گونه دستورها گفت، همه چی معلوم شد و تناب و قایق هر دو آزاد شدند. پیشنهاد کمک رایدر هود را پذیرفت و کتش را دوباره پوشید. آنگاه به رایدر هود گفت پاروهای اضافی خودت را بده به من. من قایق را به نزدیکترین پله ها میبرم، تو جلوتر برو و از دهانه آب زیاد دور نرو که ممکن است دوباره گیر بیفتم. دستورات ایشان اجرا شد و مستقیماً به کنار ساحل رفتند. دو نفر در یک قایق و دو نفر دیگر هم در قایق دیگر.
آقای بازرس موقعی که به سنگلاخهای لیز رسیده بودند دوباره خطاب به رایدرهود گفت: تجربه تو در این گونه کارها خیلی بیشتر از من است، بنابراین طبیعی است که از من واردتر باشید. تناب پسمانده را باز کن، کمکت میکنم آن را بکشیم بالا. رایدرهود وارد قایق شد. گویا هنوز فرصت نیافته بود به تناب دست بزند یا در قسمت پاشنه دست به کار شود که ناگاه تلو تلو خوران به عقب برگشت و مثل صبح رنگ از چهرهش پریده بود و در حالی که به سختی نفس می کشید گفت: خدای من، باز هم نارو زد. همگی پرسیدند: چه داری می گویی؟ به قایق پشت سر خودش اشاره کرد و در حالی که از نفس افتاده بود روی سنگ ها نشست تا نفس تازه کند. گافر به هم کلک زد. او خود گافر است.